علل محرقت در طب سنتی، گرمی و رطوبت بیش از حد بدن، ضعف قوای طبیعی بدن، اختلال در عملکرد جگر و گرده، مشکلات در سیستم هاضمه، استرس و اضطراب زیاد، برخی بیماری ها مانند دیابت و بیماری های تیروئید. رویکرد درمانی طب سنتی، تقویت قوای طبیعی بدن با دواهای گیاهی مانند زنجبیل، دارچین، نعنا و غیره. استفاده از دواهای سرد و خشک برای کاهش گرمی بدن مانند سکنجبین و آب انار. تنظیم عملکرد جگر و گرده با دواهایی مانند چای بیدمشک. بهبود سیستم هاضمه با دواهای گیاهی مانند زیره و کاسنی. کاهش استرس و اضطراب با دواهای آرامبخش گیاهی، استفاده از دواهای تقویت کننده بدن مانند جینسینگ و شیرین بیان. روش‌های غیر دوایی، تعدیل رژیم غذایی و پرهیز از غذاهای گرم و ترشی، ورزش منظم، استفاده از تکنیک‌های آرامسازی مانند یوگا و مدیتیشن، استراحت کافی. درمان محرقت در طب سنتی بر اساس علل زمینه‌ای آن و با استفاده از دواهای گیاهی و روش‌های غیر دوایی صورت می‌گیرد. توجه به نوع دمای بدن، عملکرد اعضای داخلی و تنظیم سیستم عصبی روانی از اهمیت زیادی برخوردار است. محرقه یک مرض انتانی و یا میکروبی است که در نتیجه یک میکروب یا باکتری به وجود میاد که به نام سالمونلا یاد میشه. سبب به وجود آمدن مرضی میشه که او را میگه محرقه و یا هم نام علمیش به نام انتریک فیور یا هم تایفوید فیور که بعضی کسا هم به نام تب محرقه یاد میکنم. هرگاه یک شخص که از غذاها و آب ملوث استفاده بکنه که این غذا و آب هم میکروب یا به اصطلاح سالمونلا رو در خود داشته باشه، سبب به وجود آمدن مرض محرقه میشه. مرض محرقه میتونه که اعراض و علائم مختلف را از خود داشته باشه، نظر به اینکه سیستم معافیتی شخص چگونه هست و در کدام سن هست متفاوت است. به صورت عموم کسایی که مصاب به مرض محرقه میشه از درد بطنی، تب، سردردی، کسالت، خستگی، بیحالی شکایت داره و یک اصطلاح دیگه که به نام دوره تفریخ یاد بشه در این مرض، یعنی در حدود 3 الی 21 روز وقت را میگیره زمانی که یک شخص مصاب به مرض محرقه میشه، یعنی 3 تا 21 روز را باید بعد از گرفتن همین میکروب سپری بکنه تا اینکه به این مرض مبتلا شود. مرض محرقه در حقیقت یک مرض است که بیشتر در فصل گرما و در بهار و تابستان بیشتر است، به دلیل از اینکه استفاده از غذاهای ملوث و آبهای ملوث در این فصل بیشتر است. به او اساس شخص بیشتر مصاب به مرض محرقه در فصل گرما میشه. برای پیشگیری از مرض محرقه باید بسیار نقاط مهم و عمده را در نظر داشته باشیم. در قدم اول این که باید حفظ و صحه به شکل بسیار جدی در نظر گرفته شود، یعنی هر گونه غذاهایی که استفاده میشه باید به شکل درست پخته شده باشه و در صورتی که استفاده از ترکاری یا سبزیجات و میوه‌جات میشه، اینها هم باید با کلورین و با آب بسیار با مدت چند دقیقه گذاشته شده و خوب به شکل درست شستشو شده و بعضا استفاده شد. و از طرف دیگه هم حفظ و صحه شخصی بسیار اهمیت داره، یعنی با آب و صابون باید دست خود را قبل از صرف غذا، بعد از صرف غذا و هم بعد از دفع مدفوع دست خود را با آب و صابون بشویه و همچنان استفاده از وسایل شخصی و بهداشتی و آرایشی هر شخص به شکل جداگانه باشه. به این حالت ما میتونیم که از مرض محرقه خود را وقایه بکنیم و هم جلوگیری بکنیم. البته در بعضی اوقات در بین محرقه حیوانی و محرقه یا به اصطلاح که در بعضی جاها برای مردم عموم به محرقه انسانی معروف است اشتباه میشه، در حالی که هر دویش با وجود که وجه مشترک و تفاوت‌های هم داره، یعنی وجه مشترک دو مرضی است که هر دویش یک مرض میکروبی است، یک مرض انتانی است که سبب به وجود آمدن هر دو مرض انتان و یا میکروب و یا هم یک باکتری است که میشه، اما نوع باکتری فرق میکنه. از زمانی که ما میگیم محرقه حیوانی یا بروسیلوز است، یک میکروبی به نام بروسیلا هست که سبب به وجود آمدنش میشه. در محرقه حیوانی بیشتر غذاهایی که
استفاده میشه و یا محصولاتی که استفاده میشه منبع حیوانی داره، یعنی با استفاده از محصولات مثل لبنیات و یا هم گوشت در صورتی که به شکل درست پخته نشده باشه و یا هم در اثر تماس یک شخص با گوشت خام و بعد اگر دست خود نشه و حفظ حرم رعایت نکنه شخص مصاب به محرقه حیوانی میشه، که در محرقه حیوانی شخص باز هم از کسالت، درد، خستگی، دردهای مفاصل و بی‌حالی شکایت میکنه که اینها یکم که دوامش بیشتر هست. در حالی که اگر ما محرقه انسانی میگیم یا به اصطلاح محرقه یا تایفوید فیور یا هم تب محرقه میگیم، همانطوری که بیشتر اشاره کردیم علتش یک میکروب دیگه است که به نام سالمونلا یاد میشه به وجود میه، اما این به شکل حاد هست بیشتر و شخص را که مصاب میکنه سبب وجود آمدن دردهای بطنی میشه، سبب تب شدید میشه، سبب کسالت، خستگی، سردردی این حالت را به وجود میاره. البته ای که بروسیلا را به نام مرض حیوانی یا محرقه حیوانی یاد میکنند، دلیلش همی است که یک مرض است که مشترک در بین انسان و حیوان است، یعنی هم حیوانات را مصاب میکنه و هم انسان را، و در صورتی که از حیوان مصاب و از محصولات حیوان مصاب شخص یا انسان ها استفاده میکنه سبب مصاب به مرض محرقه حیوانی و یا هم بروسلوزیس میشه. در حالی که تایفوید فیور میگیم یا محرقه میگیم که مردم محرقه انسانی میگه، در اون حالت تنها یگانه میزبانش انسان است، یعنی حیوان را مصاب نمیسازه، به همون خاطر این تفاوت ها در بین این دو مرض وجود داره و البته تداوی هر دویش هم فرق میکنه و شیوه پیشگیری و وقایش هم. طوری که پیشتر اشاره کردیم در محرقه یا در تب محرقه زمانی که وقایه میکنیم گفتیم یک نوع هر نوع آب و غذای ملوث باشه به میکروب انسان را مصاب میکنه و باید حفظ ها به شکل جدی در نظر گرفته شود و غذاها به شکل درست پخته شود و پاک. اما وقتی که ما محرقه حیوانی میکنیم بیشتر همون محصولاتی که از حیوان مصاب استفاده میکنیم انسان را مصاب میکنه. نقاطی که برای پیشگیری محرقه حیوانی و یا بروسلوزیس باید در نظر بگیریم است که حیواناتی که محصولاتش استفاده میشه به اصطلاح شیر و هر گونه محصولات باید به شکل درست پاستورایز شود، یعنی به اصطلاح خوب درست جوش داده شود تا اینکه بالاخره میکروب از بین بره، و هم اگر گوشتش استفاده میکنیم باید به وجه احسن خوب پخته شده باشه، در صورتی که اگر به شکل درست پخته نشده باشه به این معناست که این میکروب هنوز هم زنده است و سبب میشه که شخص را مصاب بکنه. و از طرف دیگر در زمان تسلیخ و در زمان ذبح کردن حیوان باید از دستکش استفاده بکنیم و این نکات را در نظر بگیریم و بعد از ذبح کردن هم دست خود باید با آب و صابون به شکل خوب و پاک بشیم، سبب میشه که ما خود را در برابر مرض محرقه حیوانی وقایه بکنیم. البته طوری که اشاره شد برای وقایه از مرض محرقه ما اون نقاط حفظ صحه را باید جدی نظر بگیریم و در کنارش هم واکسین خوشبختانه وجود داره، اما واکسین بیشتر در جاهای استفاده میشه و در کشورهای استفاده میشه که در اونجا مرض بسیار معمول و شایع باشه، و من حیث یک واکسینی که برای مرض سرخکان است یا مثلا زردی هست و یا هم سرخکانچه هست برای زنا در اطفال استفاده میشه واکسین محرقه معمول نیست. واکسین محرقه به دو شکل است، هم میتونه که به شکل فمی باشه یعنی از طریق دهن استفاده میشه به 4 دوز، و هم میتونه که به شکل زرقی باشه که به دو دوز زرق میشه و میتونه که در چند سال شخص را در برابر این مرض محافظت بکنه، اما یک واکسین معمول نیست و معمولا در کشورهای آسیا و در کشورهای فقیر و جهان سوم زیاد استفاده نمیشه و معمول نیست این واکسین، بیشتر در کشورهایی که این مرض شایع باشه و همچنان امکاناتش داشته باشه در او میتونه که از واکسینش استفاده شود، در غیر از او بسیار یک واکسین معمول نیست. خب هر کس شخصی که مصاب به مرض محرقه یا تب محرقه میشه در قدم اول فرق میکنه، اگر یک شخص سیستم معافیتی خوب داشته باشد سبب اعراض علائم بسیار شدید نشود و همچنان ارتباط داره به دوز این میکروب یا آنتان که چقدر میکروب در وجود شخص داخل شده، اگر مقدارش و دوزش بسیار کم باشه نیاز به تداوی نداره با سیستم معافیتی از بین میره، و همچنان اسید معده که یک کسانی که
یک شخص سالم باشه، اسید معده خودش میتونه که سبب از بین رفتن این میکروب شود. اما در صورت کسایی که سیستم معافیتی ضعیف داشته باشه، کسایی که شربت های برای معده و دواهای برای اسید معده زیاد استفاده میکنه، اونا سیستم معافیتیش پایین میره و همچنان سبب کم شدن اسید میشه که نمیتونه این میکروب را از بین ببره، بنابراین مصاب به این مرض میشه. برای اینکه ما این را درمان بکنیم و تداعی بکنیم، به این مرحله باز نیاز داره که آنتی بیوتیک بگیره، یعنی دواهای مختلفی که البته اجاب نمیکنه که شاید برای بنده های گرامی خسته کن تمام شه، اما باز هم مثلا سیپروفلوکساسین، میگا اوفلوکساسین، کوتریمکساسول، ازیترومایسین، سفتیاکسون و از این دواهای استفاده میشه تا که شخص مصاب به محرقت تداوی شود. اما توصیه من به تمام بنده های گرامی است که در صورتی که مصاب به مرض محرقه میشه، به هیچ وجه از دوا استفاده نکنه و به دکتر مراجعه بکنه و بعد از تست و لابراتواری و تثبیت نهایی مرض محرقه با مشوره دکتر تداوی خود را اخذ بکنه. و در قسمت تداوی مرض محرقه حیوانی و یا بروسلوزیس هم در حدود حداقل 4 تا 6 هفته تداوی کار داره و از دواهای مختلفی که باز ریفامپیسین یاد میکنه و دوکسیسایکلین یاد میکنه، از این دواها استفاده میشه و در حالت هم باید حتما مشوره دکتر را داشته باشه و با توصیه دکتر باید تداوی خود را اخذ بکنه. و خوشبختانه هر دو مرض یک مرض میکروبی است. در صورتی که این مرض عاملش از بین برده شود، هیچ گونه مشکل و هیچ گونه اختلاط را به وجود نمیاره و بنده های گرامی ما که مصاب به مرض محرقه انسانی و یا محرقه حیوانی است، نگرانش نباشه و یک مرض کشنده نیست. و در اخیر پیام ما و تمام بنده های عزیز همی است که چون در فصل گرما قرار داریم و روز به روز هوا گرم شده میره، یقینا که حفظ زهره باید جدا در نظر داشته باشیم و استفاده از سبزیجات و میوه‌جات مخصوصا بسیار به شکل پاک شسته شود و غذاهایی را که استفاده میکنیم هم پخته میکنیم بسیار به شکل درست پخته شود و پزیده شود که هر گونه میکروب و انتان داشته باشه از بین بره. و در فصل گرما از استفاده از جوس و آب میوه طبیعی و همچنان از مایعات زیاد فوق العاده مؤثر هست و از نوشابه های گازدار و از نوشیدن انرژی انشالله که پرهیز بکنه و صحتمندی و سلامتی شما آرزوی ماست.